قصر صفه دیروز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به ادامه تحصیل دختران در افغانستان متعهد بود و متعهد باقی خواهد ماند. این در حالی است که بر اساس ارقام غیررسمی با آغاز حکومت طالبان در دو سال گذشته به دلیل سختگیری‌ها و ممنوعیت‌های شدید طالبان بر آموزش، کار و زندگی زنان، شمار خودکشی یا تلاش به خودکشی در میان زنان در افغانستان افزایش یافته است. همکارم محمد احمدی با ماست با جزئیات بیشتری خبر. آقای احمدی، ابتدا از نظریه قصر سفید آغاز میکنیم، جزئیات بیشتری واکنش و بعد یافته ها در قبال خودکشی زنان بفرمایید. بله، سلام به شما خانم روزبه و همکارای عزیز. سخنگوی قصر سفید در واقع دیروز در دو مورد مشخص در مورد افغانستان صحبت کرد: حمایت حکومت ایالات متحده آمریکا، شخص رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از آموزش زنان و دختران در افغانستان و همچنین کمک‌هایی که حکومت آمریکا برای مردم افغانستان داره و نحوی که به طالبان میرسه. در بحث کمک‌ها به آموزش، رئیس جمهور بایدن به گفته قصر سفید همواره در مورد اهمیت دختران صحبت کرده، نه تنها در داخل آمریکا بلکه در سطح جهان موقف واضح داشته و به گفته سخنگوی قصر سفید اینکه تا آنان قادر به زندگی آزادانه باشند و بتوانند به مکتب بروند و تحصیل بکنند. سخنگوی قصر سفید گفت که این حمایت از آموزش دختران در سطح تنها آقای بایدن نیست، بلکه اداره ریاست جمهوری هم تاکید داره و تلاش داره و نگرانی های خود را بیان کرده و به حکومت طالبان هم در مورد قیودات و تعزیراتی را که بر زنان بر آموزش وارد کرده گوشزد کرده. بله. در قسمت کمک های ایالات متحده آمریکا هم اشاره کرده که آمریکا به مردم افغانستان در شرایط فعلی کمک ها را فراهم میکنه، اما به نحوی که این کمک ها به هیچ وجه در جهت تقویت طالبان خب البته ایالات متحده آمریکا در بخش مشخصا آموزش و معارف دختران و زنان در افغانستان هم حمایت میکنه و این حمایت را در عرصه‌های مختلف داره، اما جزئیات بیشتر نداد که چگونه صورت میگیره. از سوی دیگر سخن سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که در دفتر قطر، یعنی در کشور قطر فعالیت داره، در مورد تعدادی از بورسیه‌های، یعنی 600 بورسیه تحصیلی به دختران افغان اشاره کرد و گفت که یک تن از کنسولان امور روابط عامش و بیشکک سفر کرده، در مورد فراغت تعدادی از دانشجویان دختر که در اونجا بوده اشتراک کرده و با اونا تبریک گفته. در همین حال قسمی که شما اطلاع دارین، این فشارها و تشدید سرکوبی آزادی های زنان در افغانستان تبعات بسیار منفی در پی داشته، به نحوی که روزنامه گاردین به نقل از یک گزارش ارقام آمار غیر رسمی اعلام کرده که آمار خودکشی زنان و یا تلاش زنان برای خودکشی تا دو سال گذشته حاکمیت طالبان بسیار افزایش یافته. بله. طالبان این آمار ارقام را البته رد کردند و احصایه دقیق را ارائه نکردند و از سوی دیگر به مسئولین صحی و کارمندان صحی و شفاخانه ها و مراکز درمانی صحی صحت روانی گفتند که آمار را ارائه ندن. این هم وضعیتی بود که در نتیجه حاکمیت طالبان و تشدید وضعیت زنان بر افغانستان حاکم. ممنون و سپاس از شما. تشکر.